سید علی شریفی طلبه خاطی عراقی با حضور در دفتر سید مقتدا صدر رهبر جریان صدر تعهد داد از هاشی سازی با لباس روحانیت دست بردارد شریفی از سوی شخصت های مختلف مذهبی و حتی قبیله خود متهم به حرمت شکنی و عدم رعایت شون طلبگی می باشد برخی رسانه های ایرانی سعی دارند این روحانی خاطی پرهاشی را به دروغ از نزدیکان آیت الله عزما معرفی نموده و از این طریق به تخریب این مرجع مستقل شیعی ادامه دهند سید علی شریفی یکی از روحانیون پرهاشیه عراقی به دلیل ارتکاب رفتارهای منافی شعونات دینی ضمن عذرخواهی از, از مردم و ابراز شرمساری تعهد داد از تکرار آن خودداری کند و به مدت یک سال لباس روحانیت را کنار بگذارد او که طی سالهای گذشته با کارهای خارج از عرف و حتی خارج از شرع شهرت یافته بود اخیرا با فشارهای مختلفی از سوی مردم عراق مواجه شده است سید مقتدا صدر رهبر جریان صدر در عراق روز گذشته و در پی شدت گرفتن فشارها علیه این طلبه خاطی و از آنجا که حتی قبیله وی دست از حمایتش برداشته و دیگر او را از خود نمیدانند میزبان سید علی شریفی در دفتر خود بود دفتر سید مقتدا صدر با انتشار تصاویر این دیدار و صدور بیانیه خواهان عدم تعرض به این طلبه معمم شده و اعلام داشت این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و رسما و کتبا از فرد مورد نظر تعهدی گرفته شد که بر اساس آن او از فعالیت هایی که باعث ایجاد این موج شده دست بردارد سید علی شریفی نیز ضبن ابراز شرمساری گفته که تا یک سال آینده امام بر سر نمیگذارد رسانه های خاص جریان حاکم در ایران اما از این موضوع نیسو استفاده نموده و آن را بحانه ای برای تخریب چهره آیت الله لزما شیرازی قرار دادند و با هربه همیشگی بهتان زنی به منتقدین نظام و انتشار اخبار کذب سعی داشتند به مخاطبان خود القا کنند که این طلبه عراقی از طرفداران آیت الله لزما شیرازی است. سید علی شریفی در حالی از سوی طرفداران حاکمیت ایران منتسب به بیت آیت الله العظما شیرازی معرفی شده که سید مقتدا صدر رسما این طلبه خاطی را مورد بازخواست قرار داده و ضمن گرفتن تعهد خطی از او از عموم طرفداران خود و کسانی که با حساسیت این موضوع را دنبال می کنند خواسته به او متعرض نشود. پناه بردن سید علی شریفی به رهبر جریان صدر عراق و بیانیه دفتر ایشان به روشنی نشان می دهد که او وابسته به چه گروهی است اما چیزی که روشن نیست این است که چرا در آستانه زیارت میلیونی اربعین حسینی رسانه های رسمی و غیر رسمی حاکمیت ایران به پشتوانه بودجه های میلیاردی بیت المال مسلمین در پی ایجاد تفرقه بین مسلمانان هستند مشایع اربعین همه ساله شاهد حضور ده میلیون عاشق حضرت سید و شهده علیه السلام از سراسر جهان است که با شعار حسین محور اتحاد گرد هم آمده و برای ظهور حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شریف دست به دعا برمیدارند در این بین اما رسانه های معلوم الحال که در پی ایجاد دشمنی بین زائران برآمده و در این راه از هیچ دروغ و ای هم نمی گذرن تا کنون موفق نشدند عشق و محبت عموم مؤمنان نسبت به آیت الله لزما شیرازی را که سالها برای افزایش تعداد زائران اربعین تلاش نموده کاهش دهند سعید بهاری اخبارشیه